سرخط مهمترین خبرها. باز هم جبهه آزادی افغانستان عضو نیروهای استخبارات طالبان را قتل عام کرد. ادامه بازداشت غیر نظامیان. طالبان دو باشنده پنجشیر به شمول یک معلم را در کابل بازداشت کردند. نصب کمره های امنیتی و نقض حریم خصوصی. طالبان اظهارات فی بین الملل را به اساس خواندند. تصویر تازه از دانشگاه کابل. طالبان در دانشکده هنرهای زیبا پیراهن توبانهای خود را خشک می کنند. و واکنش موسوی به اظهارات متقی. با شخصی سازی موضوع نمی توان از مسئولیت های بین المللی گریخت. با یاد خدا به مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید. لطفا تا آخر این ویدیو با ما بوده و ویدیو را لایک کنید. ادامه بازداشت غیر نظامیان. طالبان دو باشنده پنجشیر به شمول یک معلم را در کابل بازداشت کردند. منابع محلی از بازداشت دو باشنده ولایت پنجشیر به شمول یک آموزگار مکتب از سوی طالبان در کابل خبر می دهند. منابع روز جمعه دهی سنبله در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که طالبان این افراد را که گلایدر و سید رحمان نام دارند، دو روز پیش از مربوطات حوزه اول امنیتی شهر کابل بازداشت و به جای نامعلوم انتقال دادند. به گفته منابع، گلایدر آموزگار مکتب است و سید رحمان در شهر کابل دست فروشی میکرد. هرچند تا اکنون انگیزه بازداشت این دو تن معلوم نیست، اما طالبان در چند روز اخیر روند بازداشت غیر نظامیان به ویژه باشندگان ولایت پنجشیر را افزایش دادند. طالبان تا اکنون در مورد این بازداشت ها چیز نگفتند. بر بنیاد گزارش های نشر شده، طالبان تنها در یک هفته گذشته به شمول این افراد 4 تن از باشندگان پنجشیر را به دلیل نامعلوم بازداشت کردند. نصب کمره های امنیتی و نقض حریم خصوصی. طالبان اظهارات فی بین الملل را به اساس خواندند. به دنبال هشدار سازمان فی بین الملل از نقض حریم خصوصی مردم پس از نصب هزاران کمره امنیتی در شهر کابل از سوی طالبان، این گروه با آن واکنش نشان داده است. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان روز جمعه دهی سنبله در یک پیام تصویری گفته که ادعاهای مطرح شده از سوی سازمان فی بین الملل را رد می کند و بی اساس می داند. او ادعا کرده است کمره هایی که در سطح شهر کابل و دیگر ولایات نصب شده برای تامین امنیت بوده و این کار در همکاری با مردم صورت گرفته است. او خاطر نشان کرده که نهادهای بین المللی زمانی که در مورد موضوع موقف گیری می کنند باید مبتنی بر حقایق باشد. دو روز پیش هدایت الله هدایت، معاون رادیو تلویزیون ملی زیر اداره طالبان، از نصب حدود 62,000 کمره امنیتی در شهر کابل و ولایات خبر داد. باز هم قتل عام استخبارات طالبان توسط جبهه آزادی در کابل. جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که دو عضو استخبارات طالبان در یک کمین نیروهای این جبهه کشته شدند. طبق خبرنامه جبهه، این اعضای طالبان ساعت 8:30 پنجشنبه شب 9 سنبله تا یک کمین هدفمند در روستای چپدری ولسوالی شکردری کابل کشته شدند. منابع محلی در شکردره اوقوع درگیری و تیراندازی در ساحه یادشده را بر روزنامه 8 صبح تایید کردند. قاری سارادین، عضو ارشد استخبارات طالبان در کابل و محافظش از کشته شدگان این رویداد هستند. جبهه آزادی گفته که قاری سارادین اعضای این جبهه در کابل را تعقیب میکرد. طالبان تا اکنون در مورد این رویداد اظهار نظر نکردند. این جبهه چند پیش مدعی حمله بر یک پوسته طالبان در لغمان نیز شده بود که در نتیجه آن طبق ادعای مطرح شده دو طالب کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. تصویر تازه از دانشگاه کابل. طالبان در دانشکده هنرهای زیبا پیراهن تنبان خود را خشک می کنند. بر اساس تصویر جدیدی که از دانشگاه کابل در اختیار رسانه ها قرار گرفته، طالبان در ساختمان دانشکده هنرهای زیبا پیراهن تنبان خود را خشک می کنند. طالبان پس از تسلط بر کابل، تغییرات گسترده در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل آوردند. این گروه برخی از دیپارتمنت های دانشکده هنرهای زیبا از جمله دیپارتمنت موسیقی و پیکرتراشی را لغو کردند.
طالبان همچنین برخی از مجسمه ها و بسیاری از آثار انتقادی در دانشگاه هنرهای زیبا را نابود کردند. واکنش موسوی به اظهارات متقی. با شخصی سازی موضوع نمیتوان از مسئولیت های بین المللی گریخت. اظهارات غیر مستقیم و تند امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در مورد تشکیل دولت فراگیر که گفته می شود مخاطب آن دولت ایران بوده، با واکنش یک مقام این کشور مواجه شد. سید رسول موسوی، دستیار وزیر خارجه ایران، روز جمعه در استانبول در پست تویتری با نشر بریده از سخنان متقی، طالبان را به گونه غیر مستقیم به گریز از مسئولیت‌های بین‌المللی متهم کرده است. او نگاشته است: با دنیانبسازی و شخصی سازی موضوع نمی‌توان از مسئولیت‌های بین‌المللی گریخت. صلح، ثبات، امنیت و توسعه پایدار در استقرار حکومت فراگیر در افغانستان است. او یادآوری کرده که تشکیل حکومت فراگیر موضوع قطعنامه‌های 2513 و 2593 شورای امنیت و اجماع نشست‌های وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در چین، ایران، پاکستان و ازبکستان است. امیرخان متقی در نشست در کابل بدون اشاره به کشور خاص گفته است: تو که همیشه ما را به تشکیل حکومت همشمول توصیه می‌کنی، آیا تو در کشورت حکومت همشمول ساخته‌ای؟ خودت حقوق مردم خود را داده‌ای؟ متقی افزوده است: شمار افراد زندانی در زندان‌های ما به اندازه تعداد کسانی که تو اعدام می‌کنی نیست. هزاران نفر در کشورت ناپدید است، کسی پرسان نمی‌کند. هرچند مشخص نیست که دقیق منظور متقی کدام کشور است، اما شمار از مقام‌های ایرانی به این اظهارات واکنش نشان دادند. عضو جبهه مقاومت ملی. سرمایه‌گذاری کشورها و شرکت‌ها در بخش معدن افغانستان هدر می‌رود. فضل احمد معنوی، عضو رهبری جبهه مقاومت، در واکنش به امضای قرارداد میان طالبان و شرکت‌های از چین، ایران، ترکیه و افغانستان در حوزه توسعه و استخراج معدن در ولایت‌های غور، هرات، تخار و لوگر گفت: به دلیل اینکه رژیم طالبان مشروعیت ملی و بین‌المللی ندارد، این قراردادها مبنای قانونی ندارد. معنوی در پیامی که در شبکه اجتماعی تویتر خود منتشر کرد نوشت: هر گونه قرارداد برای استخراج و فروش در صنعت معدن با گروهی که مشروعیت ملی و بین‌المللی ندارد خود فاقد مشروعیت است. هیچ یک از دولت‌های جهان از جمله چین و ایران که از 2 سال پیش بیشترین تعامل را با طالبان دارند، حکومت این گروه را به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت نشناختند. ایران و چین سفارت‌های افغانستان را در خاک خود به طالبان واگذار کردند و دیپلمات‌های این گروه را نیز پذیرفتند، اما از به رسمیت شناختن جیم طالبان خودداری کردند. سپاس که تا اینم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.